سری برم تهران، دلیل تهرانم هم الان خدمتتون عرض میکنم. من باید برم، نه بعد برم کرج، بعد برم کرج، عرض کنم که برم کرج، من یه کاری در کرج دارم، برم کرج، اینم بله، باید یه عزیزی من باید صحبتی داشته باشم، حتما برای شما خیلی جالب خواهد بود، امیدوارم این ارتباط برقرار بشه که من بگویم چرا این، امیدوارم که این، البته یه کمی دیر ساعت اونجا، ولی ما منتظریم که دوست ما تلفن رو بردارن. الو، سلام به آقای، عرض کنم، شهرام ناصری عزیز در ایران، شهرستان کرج. حال شما خوبه آقای شهرام ناصری عزیز؟ قربون دو برمایت دارم، زنده باشی انشاءالا، ممنون از شما که تماس برقرار کرد. خواهش. حالش آقای شهرام ناصری کی هست؟ من داشتم روی فیسبوکم صفحه هومپیجم رو داشتم نگاه میکردم، یک عکسی رو چندی قبل در همون هولوهوش فکر میکنم که یک دو ماه قبل دو سه ماه قبل دیدم، یه عکسی رو با آقای ناصر ملک‌مطیعی و همچنین این آقای شهرام، تصویری که میبینید آقای شهرام ناصری هستن که در کنار چهره صاحب نام صنعت سینما ایران آقای ناصر ملک‌مطیعی میبینید. بعد دیدم که این آقای شهرام ناصری عزیز، رفتم بیشتر عکس‌ها رو نگاه کردم، دیدم یه ارتباط عمیق و احساسی با آقای ناصر ملک‌مطیعی برقرار کرده. حالا من یه روزی به حال برای ایشون پیغام، این تصویرهایی که ملاحظه می‌فرمایید، تمام یادگارهای این تصویری که پشت سر ملاحظه می‌فرمایید بینندگان عزیز، تصویری است که بهروز خان اجازه بدید اون عکس مربوط به آقای ناصر ملک‌مطیعی، بهروز بوسوقی و دیگر چهره‌ای است که هستن که آقای شهرام ناصری دوست دارن. خلاصه من از ایشون خواستم توی فیسبوک تلفنشون رو در اختیارم قرار بدم، محبت کردن، تلفنشون دادم، با ایشون تماس برقرار کردم، گفتم آقای شهرام ناصری عزیز، چه انگیزه ای سبب شده که اینقدر شما کشش داشته باشی به این چهره دوست داشتنی محبوب صنعت سینمای کشورمون قبل از انقلاب؟ آقای شهرام ناصری گفت، من ازشون پرسیدم که آقای شهرام ناصری عزیز، شما بچه قبل از انقلابی یا بعد از انقلاب؟ حالا اجازه بدین که صحبت ها رو با از زبان خود شهرام ناصری بشنویم که سوالایی رو مطرح میکنم. آقای شهرام ناصری، شما بچه قبل از انقلابی یا بچه بعد از انقلاب؟ سلام عرض می‌کنم خدمت بینندگان عزیز. شهرام جان یه کمی بلندتر میتونم بفرمایید. سلام دارم خدمت بینندگان عزیز و محترم تلویزیون شما. بله من انقلاب شد 8 سالم بود. 8 سالتون بود؟ خب این کشش شما به آقای ناصر ملک‌مطیعی، بهروز وثوقی، خانم پوری بنایی، زنده یاد ایرن، آقای وحدت، این رو چه حسابیه شهرام خان؟ اون موقعی که شما خیلی کودک بودید. من اول با آقای فردین آشنا شدم و بعد توسط آقای فردین با آقای ملک‌مطیعی و خانم بنایی و آقای وحدت اینا. معلومه که آقای فردین خدا رحمتش رو فوت کردن که من با آقای ناصر خان دیگه خیلی نصفه پیدا کردیم، دوستیم ادامه پیدا کرد تا همین امروز. شهرام جان میتونم ازت خواهش کنم که کمی بلندتر صحبت کنید لطفا؟ بله قربان شما. خیلی ممنون. خب شهرام خان، شما از فیلمایی از آقای ناصر ملک‌مطیعی یا زنده یاد فردین دیده بودید و اینطوری کشش پیدا کردید؟ چه حساب این احساس در شما به وجود اومد؟ آقا بله، من فیلمای فردین و این فیلماشو تو دون زمان نگاه می‌کردم، خیلی دوستشون داشتم بعد از بچگی، یعنی بعد دیگه اومدیم خونه
تهران، خونه اومد تهران دیگه. بعد رفتم میشه آقای فردی رو باهاشون دوست شدم و یکی از دوستان بود من معرفی کرد بهشون، بعد دیگه باهاشون دوست شدم و عاشقشون شدم و دیگه همین دیگه. بعد آقای ملکیتی که دستارش خیلی نزدیک آقای فردی بود شهرام خان میتونم بپرسم این ماشاءالله چهره درش اندام شما نشون میده شما ورزشکاری یا توی ورزش زیبای اندام هستی؟ زیبای اندام. خب حالا که شما اینقدر با جناب ناصر ملکموتی اینقدر نزدیک هستید، میتونید بگی ویژگی های ناصر ملکموتی چیه؟ اول که خیلی مشتیه، خدایی خیلی مشتیه، خیلی خیلی بعد آدم مبداری و بعدش هم برعکس چهرهشون که تو کنباشون بودن خیلی آدم دلرحم و مهربونیه. آخه آخه خب شما مثل که یک محیطی برای جناب ناصر ملکموتی فراهم آوردی که همینطور دور ناصر خان شما شلوغ میکنی با دوستا آشنایان. بله آقا، ما کرج یه جایی داریم، هر چند وقتی ها رو با ناصر میاد کرج، بعد دیگه بچه ها رو جمع میکنیم دور همدیگه و با همدیگه هستیم. آقای بنایی، آقای بهدت و شما با جناب ناصر ملکموتی تخت نرد هم بازی کردی؟ بله باشیم بازی هم باستیم بهشون مطمئن. پس تخت نرد ناصر ملکموتی حرف نداره نه؟ قوی‌ترین مرد جهان، نمی‌دونم علیرضا حیدری، همه رو برده، تمام آدمای معروف و مشهور ایران رو برده. می‌بینم که همینجوری که در رستوران‌های مختلفی که در کنار جناب ملکموتی و پسرشون و دیگر دوستان و دوستان خودتون هستید میرید، می‌بینم که مردم جمع میشن و می‌بینم تو عکس‌ها ازشون امضا میخوان و فرمتی هم پیاده کردید که ایشون عرض کنم حضورتون دورش تنها نیست با این مهر و محبت و علاقه‌ای که کششی که شما به ایشون دارین. عرض کنم که شما در آنتالیا هم همراه ایشون رفتین برای سفر رو و اونجا هم آقای بهروز بوسوقی رو با هم یه ملاقاتی داشتین. بله بابا، جایشون خالی بود، من با یکی از دوستان آقای امید سهراب و آقای ملکموتی با هم دیگه رفتیم اونجا، خیلی خوش گذشت و یه روز هم کامل با آقا بهروز بودیم و بعد دیگه جایشون خیلی خالی بود. خب آقا بهروز هم که واقعا یه اصولت، من از نزدیک رو نهیده بودم، اولی بار بود که دیدمشون. والا حقیقتش اولا هم زیاد من از آقا بهروز خوشم نمیمد چون رقیب اصلی فردین بود، بعد که دیدمشون واقعا کیف شدم. ببین من خیلی خوشم میاد که اینقدر شما سری و لهجه گفت که من از اول از آقای بهروزی خوشم نمیاد چون رقیب ناصر خان بود، ولی وقتی که با ایشون دیدار داشتن کشش خاصی هم نسبت به آقای بهروز وثوقی پیدا کرده شهرام خان ناصری. ولی به هر حال به تبریک میگم که قدر هنرمند این پسر آقای ناصر ملکموتی، بینندگان عزیز که دارن بابا رو میبوسن، عرض کنم که خیلی به تبریک میگم. آقای بهروز وثوقی هم میبینم که برای شما یه یادداشتی گذاشتن، از زحمات شما تشکر کردن که برای روی این صفحه هم مرزه میفهمید. به هر حال شهرام جان برای من جالب بود این کشش علاقه شما رو که بعد از 8 سال بعد از انقلاب یعنی به دنیا آمده بودی اینقدر به چهره‌های هنری کشورمون علاقه داری، به هر حال کنارشون هستی، کاری از دستت برمیاد دورشون رو خالی نمیگذاری. سلام ما رو خدمت جناب ملکموتی، سرکار خانم پوری بنایی، جناب آقای وحدت، همه دوستان عزیز، چهرهای به یادماندنی صنعت سینمای ایران خواهش میکنم برسون. خیلی ازت ممنونم، خیلی ازت تشکر میکنم به عنوان یه ایرانی که انقدر قدر چهرهای صنعت سینمای ما رو به این گونه قدرشون میدونی. یک دنیا ازت تشکر میکنم شهرام عزیز. مرسی که شما ممنون از شما. بعدش هم درباره آقای ناصر ملکموتی میگم، یه خبر خیلی داغ دارم که توی چند شب آینده بهتون اطلاع میدم که چه اتفاقی قرار بیفته. راست میگی، فقط به من بگی. من به شما میگم فقط به من، به ناصر خانم بگو به کسی نگه که به اون زودتر هم بزنم به ما.